پدر مهسا امینی بعد از به خاک سپاری فرزندش صحبت‌های جنجالی رو انجام داد و گفت تمام مسئولین دروغ میگن و فرزند من هیچ بیماری نداشته. فیلمی هم که به ما نشون دادن فیلم تقطی شده بود و قسمت‌های راهروش به صورت کامل حذف شده بود و معلوم نبود تو این راهروها چه اتفاقی برای فرزند من افتاده. با ما تو این ویدیو همراه باشید، مصاحبه جدیدی که پدر مهسا امینی انجام داده رو با هم میشنویم. سلام دوستان، به کانال خودتون، کانال حاشیه تیوی خیلی خیلی خوش اومدید. پدر مهسا امینی، امجد امینی، در مصاحبه‌ای که با روزنامه هم‌میهن انجام داده بود، ضمن تشکر از همه کسانی که برای خاکسپاری دخترش اومدن گفت: الحق ما رو تنها نگذاشتن. حالم خیلی بد است. صبح هم حالم بد بود. همان موقعی که دخترم رو در خاک می‌گذاشتم، بستری شدم و بعد دوباره برگشتم. بعد از آنکه خبر دستگیری ژینا رو شنیدم، راهی تهران شدم و او را روی تخت بیمارستان کسرا پیدا کردم. این شد آخرین دیدار ما. او با دختر خاله هایش بود. آنها را بازداشت نکرده بودند. او را دیر به بیمارستان بردند. آنقدر دیر بردند که سکته مغزی هم کرد. امجد امینی پدر مهسا میگه ژینا هیچ بیماری نداشت. کسانی که میگویند او سر یا بیماری زمینه‌ای داشت دروغ میگویند. او نه سر داشت نه بیماری قلبی. بیشترین بیماری که داشت سرماخوردگی بود. همه اینها را از خودشان در آوردند. این فیلمی هم که از بازداشتگاه نشان ما میدهند تقطی شده بود. چرا آن موقع که دخترم را از ون پیاده کردن نشان ندادند؟ چرا نشان ندادند در راهروی بازداشتگاه چه اتفاقی افتاده؟ از نظر روانی به او استرس وارد کردند و این فاجعه را رقم زدند. با نظر ما گشت ارشاد جمع نمیشه. این تصمیم ها رو باید جای دیگه ای بگیره. من میخوام حق بچه‌ام پایمال نشه. و هر کسی هم که این کار رو کرده به سزای کارش برسه. به دادگستری تهران شکایت کردم و پرونده‌ای تشکیل شده، تا آخر پیگیری میکنم. یکی دیگه از بستگان مهسا که همراه این پدر بود گفت در روز خاکسپاری هم یه سری دیگه از افرادی که اونجا بودن رو بازداشت کردن. با این کارها درد ما رو بیشتر میکنن. ما امروز 70% از مردمی رو که به خاکسپاری اومده بودن اصلا نمیشناختیم. ژینا بچه سقز بود. این پسرهایی که امروز در خیابان زخمی شدن هم جگرگوشه های این مردمن. دل ما آتش میگیرد که آنها رو میبینیم. خب دوستان، این بودش صحبت‌های جدیدی که پدر ژینا انجام داده بود و درباره شایعه‌ای که میگفتن دخترش بیمار بوده و به خاطر بیماری قلبی که از قبل داشته این اتفاق براش افتاده رو تکذیب کرد. امیدواریم که خداوند به این پدر صبر زیادی عطا بکنه. حتما نظرتون راجع به صحبت‌هایی که این پدر انجام داده تو بخش کامنت‌ها برای ما بنویسید. اگر هم دوست داشتید ویدیوهای دیگه ای کانال رو درباره مهسا امینی و مصاحبه ای که از مادر این دختر انجام شده رو هم تماشا بکنید. برای اطلاع از جدیدترین اخبار از مهسا امینی هم حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگولش رو فعال کنید که اولین نفر از خبرهای جدید مطلع بشید. حمایت از ما با لایک این ویدیو هم فراموش نشه. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدارتون. پیشنهاد می‌کنم در ادامه هم یکی از این ویدیوها رو تماشا کنید.